فصل هفتم. این ملکی صدق پادشاه سالیم و کاهن خدای متعال بود. وقتی ابراهیم بعد از شکست دادن پادشاهان مراجعت می کرد، ملکی صدق با او روبرو شد و او را برکت داد و ابراهیم دهیه که هر چیزی را که داشت به او داد. نام او در مقام اول به معنای پادشاه نیکویی و بعد پادشاه سالیم یعنی پادشاه صلح و سلامتی است. از پدر و مادر و دودمان و نسب یا تولد و مرگ او نوشته‌ای در دست نیست. او نمونه ای از پسر خدا و کاهنی برای تمام اعصار است. ملکی صدق چه شخص مهمی بود که حتی پدر ما ابراهیم دهیه که غنایم خود را به او داد. درست است که شریعت به فرزندان لاوی که به مقام کاهنی میرسند فرمان میدهد که از مردم یعنی از برادران خود دهیک بگیرند، اگرچه همه آنان فرزندان ابراهیم هستند. اما ملکی صدق با وجود اینکه از نسل آنها نیست، از ابراهیم دهیک گرفته است و برکات خود را به کسی داد که خدا به او وعده های زیادی داده بود و هیچ شکی نیست که برکت دهنده از برکت گیرنده بزرگتر است. از یک طرف کاهنان که انسانهای فانی هستند دهیک میگیرند و از طرف دیگر ملکی صدق آن کسی که کتاب مقدس زنده بودنش را تایید میکند دهیک میگرفت. بنابراین ما میتوانیم بگوییم که وقتی ابراهیم دهیک داد، لاوی نیست که گیرنده دهیک بود به وسیله شخص ابراهیم به ملکی صدق دهیک داده است. وقتی ملکی صدق با ابراهیم ملاقات کرد، لاوی در صلب او بود. حال اگر کمال به وسیله کاهنان رتبه لاوی میسر می شد، فراموش نشود که در دوران این کاهنان شریعت به مردم داده شد، چه نیازی بود به ظهور کاهن دیگری به رتبه ملکی صدق و نه به رتبه هارون؟ هر تغییری در رشته کاهنان مستلزم تغییر شریعت است. کسی که این چیزها درباره‌اش گفته شده است از فرزندان لاوی نبود، بلکه عضو طایفه‌ای بود که هیچ کس هرگز از آن طایفه پیش قربانگاه خدمت نکرده بود. مسلم است که خداوند ما از طایفه یهوداست، طایفه‌ای که موسی وقتی درباره کاهنان صحبت می‌کرد هیچ اشاره‌ای به آن نکرده است. این موضوع باز هم روشن‌تر می‌شود اگر به خاطر داشته باشیم آن کاهن دیگری که ظهور می‌کند کسی مانند ملکی صدق است. او به وسیله قدرت یک حیات بی‌زوال به کهانت رسید و نه بر اساس تورات، زیرا کلام خدا درباره او چنین شهادت می‌دهد: تو تا به ابد کاهن هستی، کاهنی به رتبه ملکی صدق. پس قانون اولیه به این علت که بی اثر و بی فایده بود لغو گردید، زیرا شریعت موسی هیچ کس یا چیزی را به کمال نمی‌رسانید، ولی یک امید بهتری جای آن را گرفته است و این همان امیدی است که ما را به حضور خدا می آورد. به علاوه ملکی صدق با یاد کردن سوگند کاهن گردید، در صورتی که لاویان بدون هیچ سوگندی کاهن شدند، ولی مأموریت عیسی با سوگند تایید شد وقتی خدا به او فرمود: تو تا به ابد کاهن هستی. خداوند این را با سوگند یاد کرده و به هیچ وجه قول او عوض نخواهد شد. پس پیمانی که عیسی ضامن آن است چقدر باید بهتر باشد؟ تفاوت دیگر آن این است که کاهنان سلسله لاوی بسیار زیاد بودند، زیرا مرگ آنان را از ادامه خدمت باز می داشت. اما عیسی همیشه کاهن است و جانشینی ندارد، زیرا او تا به ابد زنده است و به این سبب او قادر است همه کسانی را که به وسیله او به حضور خدا می آیند کاملا و برای همیشه نجات بخشند، زیرا او تا به ابد زنده است و برای آنان شفاعت می کند. در حقیقت این همان کاهنی است که ما به او نیاز داریم، کاهنی پاک، بی‌غرض، بی‌آلایش،
دور از گناهکاران که به مقامی بالاتر از تمام آسمانها سرفراز گردید. او هیچ نیازی ندارد که مثل کاهنان بزرگ دیگر اول برای گناهان خود و سپس برای گناهان مردم همه روزه قربانی کند، زیرا او خود را تنها یک بار و آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم نمود. شریعت کاهنان بزرگ را از میان آدمهای ضعیف و ناقص برمی‌گزیند، اما خدا بعد از شریعت با بیان سوگند خیش پسری را برگزید که برای همیشه کامل است.